در آستانه دور هشتم مذاکرات وین وزیر خارجه اسرائیل برنامه جایگزین برجام در صورت شکست این گفتگوها را تشریح کرد قرار است دور جدید گفتگوهای وین از روز دوشنبه از سر گرفته شود همکارم اشکان سلطانی در این باره گزارش میده به گزارش اسپوتنیک یا ایرلاپید وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با روزنامه آلمانی ولت تایید کرده که اگر در این دور از گفتگوهای قدرتهای بزرگ جهانی با ایران توافقی حاصل نشود تحریمهای شدیدتر اقتصادی و منظویتر شدن هرچه بیشتر در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود طرح جایگزین در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها به گفته لاپید باید ترکیبی از چهار ابزار فشار فشار اقتصادی سیاسی، دیپلماتیک و تهدید جدی نظامی باشد. آقای لاپید میگوید تهران باید متوجه شده باشد که اتحاد جدیدی علیه تروریسم ایران و دست نشاندگانش شکل گرفته شده است. اتحادی که هدفش سعادت و رفاه مردم کشورهای منطقه است. یایر لاپید میگوید تهران تنها وقت کشی می کند. ایرانی ها تنها با یک هدف به این مذاکرات میآیند میخواهند می, می تحریم ها لغو شود. آنها برای حزب برای سپاه پاسداران برای شبکه جهانی تروریستی و برای مسابقه مداوم دستیابی به سلاح هسته‌ای پول لازم دارند وقت کشی می کنند با لغو تحریم ها میلیاردها دلار به دستشان میرسد تا به فریب دادن جهان ادامه دهند و مخفیانه برنامه هسته‌ای را پیش ببرند در گذشته هم همین کار را کردند این بار هم همان کار را خواهند کرد اطلاعات در این زمینه روشن است تردیدی وجود ندارد ایران ای سراسر خاور میانه را به سوی مسابقه هستهای سوق خواهد داد و ما خود را در میانه یک جنگ سرد خواهیم یافت با این تفاوت که این بار بمب هستهای در دستهای خشک مذهبهای درگیر در تروریسم است که آن را یک شیوه زندگی میدانند جهان باید جلوی این را بگیرد و میتواند این کار را بکند تحریم های سنگین تر، نظارت گسترده تر و پیشبرد گفتگوها از موضع قدرت. به گفته وزیر خارجه اسرائیل، چنانچه حکومت ایران به این نتیجه برسد که جهان قصد ندارد به طور جدی برنامه هسته ای آن کشور را متوقف سازد، در مسیر ساخت بمب گام برخواهد داشت. بنابراین باید یک تهدید نظامی قانع کننده وجود داشته باشد. یار لاپید افزود ما باید با سراحت بگوییم جهان اجازه نخواهد داد چنان اتفاقی بیفتد. دور هفتم گفتگوهای ویان که به دنبال یک وقفه پنج ماه از سر گرفته شده بود روز ده دسامبر پایان یافت و با توافق ایران و قدرت جهانی از روز دوشنبه از سر گرفته خواهد شد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در گفتگوهای ویان پیش بینی می کند که این دور بسیار طولانی خواهد بود. هرچند دولت های شرکت کننده در نظر دارند تا پایان ماه ژانویه سال 2022 یا اوایل ماه فوریه به نتیجه دست یابند و برجام به حالت پیش از خروج آمریکا از آن بازگردد. اشکان سلطانی صدای آمریکا